بینندگان عزیز، خدمت شما سلام میکنم. خوشحالم که باز فرصتی پیش آمد که این یک شنبه در خدمت آقای بهمن احمدیان و جناب سرهنگ عقیلی پور باشیم تا با شما دوستان در مورد مسائل روز، جریانات روز ایران و جهان صحبتی داشته باشیم. سلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز و امیدوارم که حالتون خوب باشه و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار بنده و بینندگان و شنوندگان قرار میدید. درود میرسم به شما و بینندگان عزیزتون. من چنین جناب سرهنگ عقیلی پور و امید شاد باش برای همه بینندگان عزیز. خب آقای عقیلی پور، شما هم احیانا هستید و صدای ما رو میشنوید؟ بله بله، با عرض احترام و سلام به شما و جناب احمدیان و همینطور شنوندگان بینندگان. صدای آقای احمدیان من خیلی کم به من میرسه. خب الان من ترتیبی میدم که اون صدا هم بهتر بیاد خدمت شما. خب آقای احمدیان، این جریانات اخیری که ما شنیدیم، مخصوصا یک ماجرای این که ارمنستان و گرجستان و اینها هم گویا الان مثل دبی شده برای ایرانیا و به اصطلاح یه جورایی پولهای این ایرانیا رو میکشن میبرن اونجا، اگر در این رابطه صحبت کنیم. من 4-5 تا مطلب نوشتم که آدم تا میخواد درباره یکیش صحبت کنه یه مطلب جدیدتر میاد و نمیدونه در چه موردی صحبت کنه. ماجرای این آقای پرویز ثابتی و اینکه چرا الان در این زمان این آقا رو که یک بایگانی راکت بود باز آوردن، ماجرای سپاه پاسداران و اینکه اون سمت جانشینی وزارت دفاع و تعویضی که درش انجام شد، بعد با خبر شدیم که تظاهراتی بوده پرستاران و کارمندان بیمارستان قلب در ایران. اگر در این موارد شما لطف کنید صحبت کنید، شما شروع کنید و با آقای عقیلی پور هم به اصطلاح صحبت میکنیم تا ببینیم در این موارد نظر ایشون چیه و نظر شما چی هست. بفرمایید. ارمنستان، بله، امروز خبری بود، نمیدونم صدای من خوب داره شما؟ صدای شما یکم قطع و وصل میشه اونجا. اگر توی کامپیوترتون برنامه دیگه باز هست لطف کنید اونا رو ببندید. بله، این اتاق فرمان برنامه دیگه بازه در این کامپیوتر، فکر کنم ببندید لطفا این کامپیوتر رو. ما خانمی که باید بیاد کمک ما امروز نیست، ولی اجازه بدیم که من این یک کامپیوتر، دو کامپیوتر بازه الان، نمیدونم حالا من ادامه میدم باز ببینم صدا من داره. صدا خوبه الان، خوبه، ولی اون موقع به نظر میومد که یک به اصطلاح بک نویزی بود، یه جوری بود، ولی الان خوبه. خواهش میکنم. بله، جریان ارمنستان که امروز هم علنا، یعنی به طور کلی به دولت ارمنستان این اعلامو کرد که ما در این هستیم که در حدود 10-20% قیمت آپارتمان ها و خانه ها و بیزینس ها در ارمنستان داره به بالا کشیده میشه و از این نظر اینکه ایرانی ها نه تنها ارمنیان مهاجر به ایران بلکه ارامنه، یعنی غیر از مسیحیت هم دادن به طرف ارمنستان هجوم آوردن و یک رقم معادل که البته این رقم مالیش رو اعلام نکرد ولی صحبه ای رو که اعلام کردن بالای میلیارد دلار پول به ارمنستان داره فرار میکنه و در اونجا دارن آپارتمان ها رو میخرن و آپارتمان ها رو میسازن که برای تابستان احتمالا به ارمنستان هم کشته دیگه، جنگی در ایران به هر حال داره در وقوع میپیونده. و من واقعا متاسفم که این سرمایه های این سرزمین باید به چه صورتهایی از کشور ما هر دفعه به هر نوعی بره. و از این نظر ارمنستان به دلیل که ارمنستان در شرایط کنونی الان زیاد روابط خوبی با ترکیه نداره بعد از قتل عام 100 سال پیش و اینکه زیاد ترجیح میده به این و از طریق ایران صادرات خودش رو انجام بده، که من این خطر بسیار بسیار بزرگی خواهد بود برای ایران. ولی خب ایرانیان در ایران چه کنن؟ در ایران میبینن جونشون در خطر، مالشون در خطر، ناچارن به یک جایی فرار کنن. همونجوری که جناب عالی فرمودید بعد از دبی و اروپا که الان سرشماری پولها رو انجام میدن، ارمنستان مکان امنی است برای این آقایون که میتوانند یا خانواده ها
که به اونجا برود. اگر سوالی دیگه ای فرمودی بودید از بنده یا از یعنی این فقط مسئله سران دولت نیست، مردم عادی هم تشویق و ترغیب شدن که به اصطلاح برن و این منزل و آپارتمان ها رو بخرن، چون همین خبر جنگ و وقوع جنگ در تابستان یا بهار به اصطلاح مردم رو باز دوباره به وحشتی انداخته که شاهدش بودیم اون قبل بعد از انقلاب و بعدم ماجراهای جنگ. یعنی شما میگید به این وسیله هم یه جور دیگه داره به اقتصاد ایران ضرر میخوره و از این بابت همسایگان ایران دارن به اصطلاح به منافعی میرسن و سودجویی میکنن. البته شما حرف بسیار جالبی زدید که منم برای همه یه لحظه در اون خبر رو زیاد دقت نکردم. شما نگاه کنید اموالی که این آقایون به سوریه برده بوده اونها هم دارن برمیگردونن به ارمنستان. یعنی مکانی دیگه نیست جز مالزی که احتمالاً در یک دو ماه آینده مالزی و تایلند و استرالیا که اینجا من باید اضافه کنم و درود بفرستم به ایرانیان ایرانی که در کانادا جلوی ورود این اشخاص رو به کانادا گرفتن و دولت کانادا از دو ماه پیش تقریباً بله 40 روز پیش با همت ایرانیان عزیز اونجا تمام اولا دیگه ویزا به هیچ عنوانی داده نمیشه برای کسایی که ثروت و بازرگانی ویزای بازرگانی میگیرن و اموال تمام این کسانی که بالای میلیون هست در اختیار دولت کانادا است تا معلوم بشه این اموال از چه طریقی به وارد کانادا شده. در این همون داستان همیشگی دیگه، اینها میشه اموال میره به اونجا، خود اینها محکوم میشن اموالها به نفع البته درود بر کانادا، این اشتباه نگیرید، ولی مثل زمان دوره محمد رضا شاه که این هم اموالها رفت، البته بعضی ها رو گرفتن ولی بعضی ها رو دقیقا خیلی کم در اول بعد آزاد کردن. بله اینها دارن پولها رو هم از سوریه میارن به ارمنستان. ممنونم از توضیحتون. آقای عقیلی پور شما در این رابطه نظرتون چیه و اوضاع رو چگونه میبینید؟ ببینید خودمون این مسئله ارمنستان قبل از اینکه مسئله اقتصادی باشه یه مسئله سیاسی. چرا؟ برای اینکه آذربایجان با شدت در اختیار اسرائیله، یعنی در اونجا نفوذ فوق العاده زیادی آمریکا و اسرائیل دارن و پایگاه‌هایی هستش که بر علیه ایران اقدام میشه. دولت ایران هم برای اینکه جوابی به اونا بده به ارمنستان نزدیک میشه، چون مرزم داره، به خاطر اینکه به اصطلاح ارمنستان با آذربایجان درگیر جنگی سر قره‌باغ اینها هستن، اون طرفو بگیره. از طرف چون ترکیه پشتیبانی از سوریه مخالفین سوریه میکنه و پایگاه موشکهای آمریکا رو در اونجا قبول کرد مستقر بشه، اینها اون یک چشمکم به ترکیه هست. یعنی این جنبه سیاسیشه که من میبینم و از نظر اقتصادی خب مسئله دیگریست که بیرن و بلاشن و همیشه ایرانی ها در زمان شاه و در زمان شیخ پول آوردن بیرون و سران حکومت هم همینطور بودن، ولی اینو باید در نظر جنبه سیاسی بیشتر بهش توجه کرد تا اقتصاد. ممنونم از شما. آقای احمدیان جدیداً مصاحبه، اولا کتابی چاپ شد در رابطه با آقای پرویز ثابتی که به عنوان مأمور امنیتی معرفی میشد و حتی در زمان شاه هم در چندین برنامه تلویزیونی ایشون حضور پیدا کرد و اینها، و گویا که اون کتاب که نوشته شده خاطرات ایشون هست و یه جورایی از ساواک و کارهایی که کرده دفاع میکنه، حتی مصاحبه‌های مختلفی هم از جمله صدای آمریکا کرده و به نظر میرسه که بعد از اینکه مردم باید از شاه و خانواده شاه عذرخواهی کنن، نوبت میرسه به اینکه از ساواکی ها و مخصوصا اعضای محترمشون مثل آقای پرویز ثابتی که در مقام بالایی بوده عذرخواهی کنن و بپرسیم که بدهمون به اونها چی هست و اون مبالغ رو پرداخت کنیم. شما نظرتون در این مورد چی هست؟ راجب ایشون اصولا من نمیدونم اتفاقا چرا سازمان مجاهدین
خلق که همه جا زبونشون واضحه، این روسا نمیدونم به دلیل همکاری هایی که در اسرائیل یا من واقعا نمیدونم چه هست و اینا، این داد و ستد هایی که میکنن در اونجا خونه اون همه مجاهد که در زندان به دست همین گو. ما در اون موقع در موقع جوانی من یادم یاد بوده 15-16 سال بوده در ایران بوده، به این میگفتن که گرگ خونخوار شاه، این چیزی بود که لقب ایشون بود. حالا امروز این گرگ این خونخوار شاه تبدیل شده مثل اون آقای حالا رفته از بین ما خدا رحمت کنه، اون شعبون بیمخ، شعبون جعفری که تمام ملت این حیوان را قشن میشناختن، غیر از پهلویچی ها که ایشون را قهرمان ملی اعلام میکردن، یعنی به قدر روی اینا پر روی اینا زیاد بود که حتی از روی جان پهلوان تختی هم خجالت نمیکشیدن اینها اینا. ولی من امیدوارم، البته به قولی که من شنیدم از دهان یکی از سرهنگ های عزیز ما که الان هم زنده هستن، که ایشون میگفت باجار دوانلو که یکی از سرهنگانی بودن که در هم عده بودن، میگفت از این بیشرمتر بیشخصیتتر حیوانتر آدمی وجود نداره. ولی مدارک و دلایلش رو اجازه بدید جناب سرهنگ که خب در حال ارتشی بودن درها بیدن، تا من بقیه اونها رو برای شما سنتاش در هفته آینده بتونم در اختیارتون بگذارم. که این روزا بله دیگه گرگای روزا بهترین شدن، من نمیدونم این چه سیستم جهانی هستش که دارن انجام میدن. ممنونم. این رو هم باید به عنوان یک به اصطلاح یکی از کارهای بدی که ملاها انجام دادن به سابقه شون اضافه کنیم و بگیم که اینها کاری کردن که ملت برگشتن و میگن صد رحمت به اون کفندوز اولی، و واقعا جای تأسفه که فرصتی پیش اومده به جایی که این افراد رو به اصطلاح تحت تعقیب قانونی قرار بدن. میبینیم که آلمان هنوز بعد از 60 سال 50 سال بیشتر گذشته، نیم قرن گذشته، اون افراد رو میگیرن و محاکمه میکنن، ولی اینجا اینها آمدن و طلبکار مردم هم شدن. جناب آقای عقیلی پور شما لطف کنید در این مورد نظرتون رو بفرمایید تا بریم سراغ سوالهای دیگه. با کمال میل اصلا در این مورد من سعی میکنم در برنامه های آینده به طور مفصلتر صحبت کنم، ولی حالا منقدر مختصر عرض میکنم که این ساواک در من در اروپا بیشتر بودم، عکس العمل میدیدم که چقدر بد جلوه میشده رفتار و کردار و شکنجه‌ای که اینا در زندان میدادن. و یه نمونه همین خود آقای علم وزیر دربار رو بخونی، وقتی که اون اواخر شاه اجازه میده که بعد از مدت ها صلیب سرخ بیان و بازدیدی بکنن زندان ها، وقتی باز میکنن گزارش می نویسن که از 3000 زندانی سیاسی که در اختیار ما گذاشتن بازدید کنیم، نمیگه همه زندانی ها سیاسی رو، یه 3000 زندانی سیاسی که در اختیار ما گذاشتن بازدید کنیم، یعنی خیلی بوده سه، ما از اینا بازدید کردیم، 900 تاشون شکنجه شدن و شکنجه های وحشیانه به طوری که هنوز روی بدنشون زخم و اینها هست و از نظر جسمی و روحی همشون معلولن. گزارش مفصلی، وقتی علم گزارش میبینه با شاه صحبت میکنه، میگه که قربون ملازم فرم آقایی ننوشتن این توریس اینا، خب بله مهم نیست، برای این که ما گفتیم اینا بیان، ولی قرارنه که اینا گزارشو منتشر نمی کنن، فقط برای خود ما دادن. این این نوشتار خود علمه، ولی در اروپا منعکس شد به حد خیلی شدید جنایت های ساواک و شکنجه هایی که میداد، تمام اینا رو تشریح کردن و اینها روش جاری ساواک بود و به نظر من 80% فروپاشی و سرنگونی رژیم پادشاهی مقصر داخلی مملکت ساواک. میدونه اینا یک کارهای میکردن، به طور یک دقیقه من یک مثالی براتون بزنم. یه افسری بود سرهنگ که از افسران رو که با ایشون کار میکرد و در ساواک بود، از اومده بود پاریس، ایشون تعریف کرد، گفتش که وقتی که خمینی اون سخنرانی‌ها را کرد،
من بلند شدم و مأمور شدم شب بریم اونو بگیریم بیاریمش. گفت ما هر که میگرفتیم یه گونی میداخت سرش میابردیم، ولی من گونی بزرگی بود که رفتم خوم و بارد خونه شدیم و گرفتم خومینو کردم تو گونی، درشو بستم انداختم تو جیپو، دو تا جیپ بودیم آوردیمش تهران. بعدم خیلی با شهامت میگفت، گفتم که بسیار کار زشت و بد شده. این مطلب رو جلوی انسان اویسی و من بودیم داشت تعریف میکرد. گفت اه من با خالب بودی؟ گفتم آقا بالاخره ایشون یه مقام روحانی بوده، وزم کرده، پای منبرش پر بوده، بازار غیر زالگان باش همه میبندن وقتی صحبت کنه، اینو به جایی که مخالف هم بوده باید مقامات مملکتی سیاسی یا نمیدونم امنیتی میوردن میشوندن میگن آقا چون چی میگی؟ ما این کار رو کردیم، شما چی کار میخوای بکنی؟ برنامه رو اینجوری باید با مخالفی نفتاب کنن، نه اینکه این کارهایی که وحشیانه شما برید این ایشونو وردت بیاد. و من همونجا گفتم، اویسی هم بود، گفتم هر کی به جای خمینی بود، هر کس به جای این بلا رو به سرش آورده بودن، مطمئنن وقتی به قدرت میرسید صد بار بدتر از این رفتار میکرد، چون حیثیت و آبروی ایران برده شد به واسطه اعمال زشتی که یک قسمتی از اداره سوم ساواک بودن. چون ساواک و کسانی هم همه هر کی ساواک بود که ناجور نبود، رئیس ساواک آقای تیمساد پاکروان هم مرد شریف و درست و پاکی بود. این اداره که مسئول امور امنیت داخلی بود مقصر بود و همه نارضایتی عمو در آورده بود. اینو من تا حالا ببخشید، من تا حالا راجع به تیمساد پاکروان ندیدم احدی حرف بزنه. بعد بتونم بیشتر صحبت. بله ممنونم آقای عقیلی پور. آقای احمدیان میگن که ایشون تا حالا ندیدن که هیچ کس در رابطه با تیمسار پاکروان به اصطلاح حرف بدی بزنه یا از اعمال ایشون به اصطلاح شکایت کنه. نخیر، آقای تیمسار پاکروان مرد تحصیل کرده و یک انتلیکتویل بود، من باش نزدیک بودم، پاریسم بود و وقتیم که این همین کسی بود که واسطه شدن به خمینی رو بعد از اون که دستگیر کردن اعدام نکنن و برن از ایران بره بیرون. ولی وقتی که ایشون در پاریس بود انقلاب بده بود، میخواست بره به تهران. من به ایشون در سفارت گفتم که تیمسار در این شرایط شلوغ و فروغی که دوش ما تشریف میبرید؟ گفت نه من کار نکردم، من جلوی همه این جمله هایشو گرفت، گفت من جلوی همه شکنجه ها و بی عدالت های ساواک گرفتم و به شخص خمینی هم خدمت بزرگی کردم. من گفتم قربون درست اینا، ولی الان اینقدر شلوغ و اوضاع در هم بر همه که اینها نمیشه مورد نظر قرار بگیره. اتفاقا ایشون رفت در اونجا و گرفتن، و وقتی هم که گرفتن همین آقای بازرگان رفت به خمینی گفتش آقا این شما رو از مرگ نجات داده، اینو باید بلش کنی، اینو کار نباید بکنی. خمینی بر میگرده به آقای بازرگان میگه که ما که نباید اشتباهات که اونا کردن انجام بدیم، و این در سن بالا بلشگر پاکدوانو گیبارون کردن. من ممنونم از شما. تا وقتی که شما بخواین در برنامه های آینده این ماجرای ساواک و مخصوصا آقای پرویز ثابتی رو برای دوستان بیننده و شنونده توضیح بدید، اجازه بدید که من دو تا موضوع رو ذکر کنم. یکی این که اجازه دارم من یه مطلبی رو اضافه کنم؟ بفرمان. ببینید امنیت هر کشوری، خود امریکا، اروپا، تمام دنیا امنیت داره. امنیتی که به شهروندان خودش مثل همین حیوانات درنده‌ای که همین الان در دیدید که در این تظاهرات پارسال چقدر تجاوز به زن، به مرد، به ناموس مردم کردن، در صورت که اینها بعد از حفظ ناموس مردم دفاع کنند. مهم نیست کدوم اینها، یعنی امنیت باید وجود داشته باشه که دفاع کنه از ارضیت و امنیت داخلی کشور. ولی آدم های آدم خواری مثل این ثابتی، مثل عسکر اولادی، مثل شریعت مداری، اینها حیواناتی هستند که در این سازمان های امنیتی قرار دارند. وگرنه بسیار آدم های شریفی هم هستند که امنیت رو چه در این زمان چه در زمان محمد رضا شاه اینا انجام میدن. این اشتباه نشه که تمام ساختار یک
اداره امنیت زیر سوال بره. از شکنجهگرهاش صحبت میشه که خود شما هم دیگه اون راننده شو که داستان رو دیگه همه میدونن در اون فروشگاه دیگه. یعنی ایشون در بسیار از روزنامه‌های امروز هم عکس ایشون رو درست بغل عکس محمد رضا شاه پهلوی میذارن که برازنده هم از اتفاقات به هم دیگه میان، رئیس سابقش و خودش. خب بفرمایید. من ممنونم از شما. اتفاقا این موضوعی که شما گفتید لازمه که چون این ورانور گفته میشه که آقای پرویز ثابتی بهایی بوده، اجازه بدید من این توضیح رو بدم که این موضوع بارها نوشته شده و گفته شده که خود ایشون به دلیلی که آمده و در کارهای سیاسی شرکت کرده اون بهایی بودن خودش رو به اصطلاح پس داده یا حتی اخراج شده. حتی گفته میشه که پدر پرویز ثابتی هم بهایی نبوده، چون من داشتم برنامه آقای دکتر میرزا آقاسی رو گوش میدادم و ایشون درباره بهایی بودن آقای پرویز ثابتی صحبت میکرد، من این توضیح رو لازم دیدم که بگم. ضمناً یه برنامه بسیار خوبی رو امروز آقای حسیبی داشتند که یه ویدیویی رو یک آقایی به نام همنشین بهار اگه اشتباه نکنم برنامه‌های بسیار خوبی رو داکیومنتری درست کردن. من پیشنهاد میکنم به تمام دوستان بیننده که حتما اون رو در قسمت آرشیو ببینن. به غیر از این که ما این برنامه‌ها رو هر روز تا پنجشنبه که برنامه جدید آقای حسیبی باشه در قسمت پلیلیست پخش میکنیم، ولی اگر اونها از روی کامپیوتر دسترسی دارن حتما این ویدیو رو ببینن، برنامه امروز که بسیار جالب، بسیار آموزنده و صحیح بود. خب حالا که ما باید خودمون رو آماده کنیم تا عذرخواهی کنیم و از ساواکی‌ها و از خانواده‌های شاه و به اصطلاح اینها، اجازه بدید من از شما یه سوالی کنم. این ماجرای این چیزی که همه میگن نمک و نمکدان خوردن و اینها و مخصوصا با آقای عقیلی پور، چون ایشون عضو به اصطلاح این ارتش شاهنشاهی بوده، خیلی ها میگن ایشون لباس ارتش شاه رو بر تن داره ولی به اصطلاح ناشکری میکنن و نمکدان رو میشکنن. من با اون اطلاعات کمی که دارم فکر میکنم که خود آقای رضا شاه هم جزء یه ارتشی بود که بعد بر علیه اون ارتش صحبت کرد، اقدام کرد. آقای عقیلی پور اگر در این مورد برای دوستان مخصوصا شاه اللهی ها که افرادی رو که همچون شما از حرف حق و تاریخ رو به حقیقت دارید بازگو میکنید، از اینها شکایت میکنن، شاکی هستن که اینها نمک خوردن و نمکدان رو شکستن، توضیح بدید ممنون میشم. ضمن این که من براشون گفتم که اون نمکدون متعلق به مملکت بوده، ارتش ایران بوده و باز گوش شنوا نیست، ولی شاید تکرار این گفته های شما کارساز بشه و اینها یه مقداری به مطالعات خودشون اضافه کنن و برن تحقیق کنن ببینن که حقیقت چیه و اون چیزی که تو گوش اینها کردن چی هست. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. بله اتفاقاً صحیح فرمودید، جناب علی فرمودید، منم بارها گفتم، ولی خب اون بشر فراموشی داره، به همین دلیل هم هستش که میگوین که مسلمان ها باید 5-6 دفعه نماز بخونن که همون مطلبی که میگن هی تکرار کنن. گفتن چرا؟ گفتن اگه این کارو نکنن اصلا یاد میره که خدایی است و اینه که ما باید هی مطلب رو تکرار کنیم برای مردم. من بارها عرض کردم و تکرار میکنم، این لباس لباس شاهنشاهی ایران نبوده، این لباس ارتش ایران زمین بوده. پس هر کس این لباس رو تنش کرده مربوط به اون ارتش بوده. کسی هم که میاد به مملکتش خدمت نظامی مقدس نظامی رو انتخاب میکنه برای خدمتگذاری به اون مملکت، به تاریخ اون مملکت و به اون ملت. به طور مثال بتونه ارز کنم در زمان ناپلئون یک ژرنالی گزارش مطالبی رو داشت به ناپلئون اومد داد میداد، ناپلئون مخالف بود. ژرنال میدید که آخه این مطلب که میگه قابل قبول نیست، اصرار کرد به
ناپلون. ناپلون ناراحت شد و گفتش که جنرال، ناپلون به شما دستور میده این کار رو انجام بدید. خبردار وایستاد و گفتش که اعلیحضرت، من جنرال ارتش فرانسه هستم، نه جنرال شخص ناپلون. عقب گرد کرد و رفت. اینا منظورم اینه که در همه دنیا همینطوره، کسی که افسر میشه میاد اونجا میخواد خدمت کنه. مگه هر کی کارمند سواک میشد میمسته که شکنجه بده، آدم بکشه؟ ابدا. ارتش هم همینه. من هم افتخار میکنم افسر اون ارتش بودم برای خدمت به مملکتم، و تا اونجایی هم تونستم در خارج ماموریت نظامی سیاسی داشتم برای سربلندی ارتش فوق‌العاده خدمت کردم، و الانم خودمو افسری از اون ارتش میدونم. کمون که چندی قبلم پیامی برای آسارا فرستادم به عنوان یک افسر سالخوردی که در اختیار ملت ایران خواهد. پس این که آقایون میگن ارتش، که اون اشکال کار ما بود این بود که گفتن ارتش شاهنشاهی، درست تیترش بود، ولی روی پاسپورت ها مگه نظرتون باشه می نوشتن لامپیر دولیغان، یعنی امپراتوری ایران امپراتوری نداشت، ایران نمیتونست خودش نگه داره، بحرینش بخشیده. منظور من اینه که این حرف ها، این آقایون، چیزایی که این آقایون میگن بی خود میگن. از طرفی هم اگر سوالاتی از من میشه و من مطالبی رو از اشکالات گذشته میگم، انقدر یاده که حد نداره. برای چی میگم؟ برای اینکه این مطالبی که انجام شده با خودمون ما به گور نبریم. آیندگانی که میخواهن قضاوت کنن، اونها مدارک و گفتهایی در اختیارشون باشه که در چه زمانهایی چه شده و چرا در مملکت انقلاب شد و چرا اصلا سلطنت و پادشاهی و شاهنشاهی و همه اینا باطل شد. اینها دلایلی میخواد که اون ماها که ناظر بودیم و دستمون در کار بوده، آن که دیدیم باید بیان کنیم که برای نسل‌های آینده مطالبی باشه. ممنونم از شما. آقای احمدیان، شما در این مورد نظرتون چیه؟ اگر نگاه کنید، من خوشحالم جناب فرنگ نخواستن واقعا از اون حرمت که ایشون دارن خیلی چیزها رو باز کنن، ولی شما اگر نگاه کنید به یونان، نگاه کنید به آرژانتین، نگاه کنید به شیلی، تمام، حتی نگاه کنید به ایران، تمام انقلاب هایی که شد، حالا کار نداریم انقلاب خوب بود بد بود یا به چه راهی بود، تمام افسران ارتش اون کشورها پاپ جلو گذاشتن، درسته که مردم با نیروی مسلح که نمیتونه براندازی بکنه و بشه، مگر اینکه نیروی مسلح پشتیبان آن باشه. و در ثانی اون آقایونی که یا خانمایی که واقعا نمیدونن که مطالعاتشون بیشتر کنن، این کلمات رو نمیگن که باعث ناراحتی خودشون و یک سری از مطالب هم بشه. من جمله کم که جناب عالی فرمودی، آقای رضاخان یا رضا شاه که ایشون افسر قزاق دوره قاجار بود، آخرین پادشاه هم احمد شاه بود، پس ایشون رو باید گفت چه آدم بی شرم بی آزرم پسی بود که علیه احمد شاه قیام کرد. بس این رو باید گفت دیگه. من نمیدونم اینا چه چیزی دارن. پس رضا شاه رو باید گرفت اعدامش کرد. امروز هم اسمش رو به بدترین نوعی بود که آدمی بود که به ارتش قجرها خیانت کرد و پادشاه بود. اون کارا رو نکنید، راه زشته. افسران خوب و برایله دارید، همین امروز در سپاه کسانی وجود دارن که وجود این افسران سپاه و ارتش نبود، کشور ما معلوم نبود تا حالا چند میلیون بیشتر ما یا جنایت به دست این رژیم دیده بودیم یا از این قبیل. امیدوارم از این مطالب رو کمتر انبار کنید. این هم آخرین جوابی بود که گرفته شد. بپردازیم. البته من یک سوالی که داشتم، سوال من این بود که در زمان ناصرالدین شاه، از جناب فرهنگ میخواستم بپرسم که نه رو چقدر بخت داشته باشیم که در دوره قجرها آزادی زن در همین حد به وسط اومد، و در زمان قجرها بود که عاشورا و تاسوعا رو ناصرالدین شاه دستور داد که دیگه انجام نشه و مردم یه مقدار به سوی تجددگرایی بپردازد. اگر نمیدونم وقتی هم جناب فرهنگ میتونن این رو بیشتر از بنده توضیح بدن، من خوشحال میشم که نظر رو گوش کنه. با کمال میل. بله ببینید، در
که این طرفداران خانواده پهلوی در مورد رضا شاه بگن اگزاجره میکنن، اینها اگر خدماتی هم کرده باشه اونم از بین میبرن. چرا؟ مثلا فرض کنید که همین حجاب که میفرمایید، به طور مختصر من بهتون بگم، این مطلب که برداشتن حجاب، تشف اصلا معنی نده، برداشتن حجاب که میگن و آزادی زنها و به اصطلاح شخصیت زنها فقط به دست رضا شاه بوده، نبوده، این چنینی نبوده. ببینید تازه همون موقعی که انگلسا اجزیا با بازوی نظامی رضا خان اون دفعه رو برداشتن اردن، قبل از اون یعنی در زمان قاجار، اولا ایشون آقای احمدیان فرمودن که در زمان ناصرالدین شاه، بله زمان ناصرالدین شاه، یعنی به خاطر وجود امیر کبیر، اون هم یعنی تمام برنامه های نوسازی دانشگاه آزادی زن، تمام اینا رو برنامه های امیر کبیر بود که در زمان ناصرالدین شاه انجام شد. من که حتی دستور داد ناصرالدین شاه که نمیدونم این روزخونی اینها رو اصلاح از بین ببرن. ولی همون موقع یادتون باشه که قبل از این که رضا شاه به قدرت برسه، یه خانم جوانی که 27 سال هم بیشتر نداشت، اون خانم نمیدونم مثل که اسکندری بود که انجمن بانوان وطنخواه درست کرده بود، که اینا همینطور این انجمن ادامه داشت فعالیتشون، ولی در زمان رضا شاه دولت در کارهای دولت در کارهای این انجمن کارشکنی میکرد. وقتی هم که زنان شرق مدن جلسه ای داشتن در مستعمره انگلستان، یعنی در دمشق اون روز در سوریه که تحت الحمایه بود، دعوت کردن از این انجمن زنان ایران، این خانمان بلند شد رفتن اونجا، چنان صحبت کردن، تشکیلات انجام دادن که اصلا تکون خورد اونجا، و همشون با اینکه از همه جا اومده بودن، خودشون پیشنهاد کردن که سال بعد جلسه باید در ایران تشکیل بشه. این خانمان قبول کردن اومدن. وقتی اومدن در ایران سال بعد چی شد؟ این مطلب رو ببینه خیلی حساسه آقا. وقتی اومدن دولت هیچ به اینا کمک نکرد. کدوم دولت؟ به طوری که اینها جلساتی که میخواستن تشکیل بدن با خارجی اینا دو ماه تو اطلاع موندن. آقای عقیلی پور، آقای احمدیان سوال میکنن کدوم دولت کمک نکرد؟ دولت رضا شاه. بله. در 1309. بعد نتیجهش این شد که اینها رفتن توی مدرسه این ور اون ور، این سالون های کلاس جلسه ها تشکیل دادن، خیلی هم خجالت کشیدن، و روز افتتاحش هم بود، تمام خانوما اونجا بودن دیگه، از طرف دربار یه نفر آقا رو فرستادن بیاد اونجا به نام آقای اورنگ، یا اسمی اگه یادم باشه بود، که اومد جلسه رو افتتاح کنه. همه حاضران زن بودن. بعد این آقا که سخنرانی کرد در نطق افتتاحیش گفت این جمله ایت گفته، گفتش که زن بی حجاب زن بی عفتی خواهد، و حجاب باعث عفت و پاکدارانی زنانه که باید طرفداری ازش بشه. ببینید این اون موقع شد. منتها پس از این که رضا شاه رفت به ترکیه و اونجا آزادی و زنها و دخترها رو دید که در برنامه تنظیم کردن، برگشت اینجا و اون موقع بود که گفتش که نه باید حجاب برداشته بشه. البته در اینجا هم یه اشکال باز پیش اومد، دلش میخواست برداشته بشه، ولی تصور ایشان به علت تربیت که در قزاقخانه داشت این بود که امر کنه بقیه اجرا کنن، چادر بردارید پاسبان بره چادر از سر زنا پاره کنه بزنه تو سرشون. نتیجهش این شد که خمینی بیاد و تو سر بزنه چادر رو سر زنا بکنه. اگر اونجا ایشون می اومد در اختیار چند تا اندیشمند میذاشت که آقا من میخوام چادر رو برداریم چی کار کنیم، کار باید راه بشه، میگفتن خیلی خوب انجمن بانوان رو پول بدیم، سالن بدیم، کمک کنیم، چند تا زن رو شغل بدیم، یواش یواش شبود تو مدارس این کار رو بکنیم. الیبن این کار رو میکردن، خود به خود زمینه حاضر میشد و مردم چادر رو بر میداشتن و راه. پس این کاری که زنها دارن از زمان قاجار مرتب شروع شده بود. شما ایران همیشه خانم آزاد بودن، 1000
هزار سال قبل برگردید، اون روزی که منصور حلاج رو میگیرن میارن بالای دار میکنن، خواهر این فداکار، خواهر این مرد دلدار، این خواهر بزرگوار چادرشو پاره میکنه، سر باز فریاد زنه ای بی شرف ها، ای بی همه چیزها، مردی را میکشید که برای خلاف تنفچو مذهب شما هستش. گرفتنش آخودان بودن پریاد دن زن خجالت بکش، تو مگه نمیبینی مرد اینجا هستن چادرشو پاره کردی میزن، فریادت مردی من در اینجا نمیبینم، یک مرد بود اونم برادر من بود که شما نامردا کشتید. پس در طول تاریخ ما خانمهای بسیاری داشتیم قبل از اسلام که خیلی، بعد از اسلام هم اینها را داشتیم. اینم جوابی که میشه در این مورد برای شما داده بشه که بی خودی نیون، هر کاری را خوب بوده به نفع خودشون بشورن و بگن ما کردیم، یه خدمات که هم کردن ولی نه اون قدر که بایستی میکردن. من ممنونم، فکر میکنم الان جا داره که ما از بانوی به نام طاهره قرة العین هم اسم ببریم که آملا. بله بله، اون هم کاری کرد، کارسون در اون زمان که متاسفانه نمیدونم چرا بانوان هنوز هم خودشون رو سانسور میکنن و نمیان در رادیو تلویزیون ها بگن درباره افرادی مثل طاهره قرة العین، و میبینیم که کردیت و اعتباری هم اگه هست به دست افرادی سپرده میشه یا به مثلا سلسله‌ای داده میشه که خودش باعث شده امروز در قرن 21 به کمک آخوندهایی که در اون نظام پرورش پیدا کردن، زنان ایران اینجوری الان زیر چادر و زیر فشار باشن. این هم من فکر کردم که بی مناسبت نباشه که قدردانی بشه از روانشاد طاهره قرة العین. کاملا کاملا. آقای احمدیان شما اگه در این مورد صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه بریم به مسئله بعدی. بله، در این یک مسئله که وجود داره، ببینید حرف ها رو میشه هر جا زد، گفتمان رو هر جا میشه کرد، اما باز یک چیزی وجود داره که اون رو نمیشه دین، اون رو نمیشه ناباور کرد. یعنی چی؟ یعنی نمیشه با تاریخ شوخی کرد. اگر بنده شعورم نمیرسه تاریخ رو بخونم یا بدونم یا میدونم، یا هر چه که گفتم از این رسانه ها پخش کنم، اون دلیل بر به اصطلاح سندی نیست که حتما این بوده، چون بسیاری از دوستان، بسیاری از ایرانیان، بسیاری از خاورشناسان اروپایی که من در هفته‌ای که اصلا میرم میگم، اینا میرن اون تاریخ و مملکت رو میشکافن، میبینن چه زمانی شروع چش که نشه. پس برای همین سعی نکنید آنچه که یک چیزی که وجود نداره، البته اشتباه نکنید، این قرض کوبیدن یک رژیمی نیست، هدف این است که ما یاد بگیریم از گذشته، در آینده دیگه مرتکب چنین کارهایی نشید، بگنه 30 سال دیگه هم همین آقایون را میفتن میان دوباره، بعد میان آقا ما، بعد اینها معروف میشن. البته امیدوارم دنیای خارج هم این مقدار دست از این کثافتکاریاش برداره و اینقدر بی احترامی به یک ملت نکنه و هر آدم کشی رو در کشورش پناه نده، هر آدم کشی رو هم نیاره اینجا بهش بها بده، چون اون ملت از اون ملت این آدم ها، اینا به برحال میان و راجبی صحبت میکنن. پس بهتره که از این نوع کارها رو کمتر این دوستان نادوست ما بدونن. در خدمتتون هستم. ممنونم. اگر شما لطف کنید درباره این ماجرای سپاه و سمت جانشینی وزارت دفاع مقداری توضیح بدید آقای احمدیان، ممنون میشن. بله، این هم جریانی که اتفاقا امروز صبح به وجود اومد. میدونید در کل سپاه جا به جایی داره بسیار عوض میشه، بسیار، حتی تا رده های پایین تر رو هم دارن جا به جا میکنن، چون احتمال سپاه الان در حالت وضعیتی قرار گرفته که از هر چیزی میترسه. امروز هم آقای احمد وحیدی که جانشین فرماندهی رو دارن، شخص دیگری رو جابجا کردن به جای اون آقای صدار بکایی رو، که البته اگه اسمشون درست بگیرم، چون من زیاد آشناگر که با این تیف ندارم، ولی چیز که دیدم اینها اومدن از بدترین نوع برای اردن روی کارها استفاده میکنن و این خطر بسیار بزرگیه برای ایران.
چون اینا افسران جنگ به اون توانمندی نیستن که دورهای ارتش دورهای حتی سپاهیگری یا ارتشی رو در مدارس عالیه دیده باشن که برای جنگ‌های در مقابل آمریکا و اروپا یا اسرائیل بتونن بیستن. بیشتر این آدم‌ها کسایی هستن که علیه مردم ایران میخوان دست به این کارها بزنن و من امیدوارم این جا به جایی ها در حدی نباشه که به مردم ایران باز دوباره همین جریان تجاوز و دوباره شلاق و اینا به وجود بیاد و من امیدوارم افسران خوب ما در سپاه ایرانیان ایران شناس ما عاشق ایران مواظب این حرکات باشند و یه مقدار با دید بصیرت تر این جریانات رو تولید کنند و نگاهتونم به این خارجی های ایران من بعد اینا میگم واقعا خارجی این خبرنگارانی که شما دیروز فیروز هم برای من یه ایمیل های فرستاد اینها نه اینا شما رو برعکس میدونیه این مواظب باشید اینها ایرانی نیستن اینایی که در اپوزیسیون رخنه کردن اینا تمامی کسانی هستن که تا به امروز لو دادن خیلی از دوستان عزیز شما رو و به این کار شریف پستگریشون هم ادامه میدن در همین هم از که همین پرویز صاحب چیان دوباره رو کردن گرچی وطن فروش زده اینه ببینید جای بدی نمیرید میره میتونه آمریکا فلوریدا میبره میتونه اگر املاکی هم ندارید خب به هر حال با این بزرگان که بعدن اسمشون رو بنده براتون میگم با چه کسانی وارد سرمایه گذاری میشی نه چه چیز بدی هم نیست ولی به هر حال شما افسران خوب سپاه با ارتش که خب معلومه روشنه گول اون جریانات خارج رو نخورید مواظب باشید و در دفاع از ملت ایران قدم بردارید در خدمتتون هستم ممنونم آقای عقیلی پور شما در این مورد نظری دارید بله عرض کنم حضورتون که در حدود 10 سال قبل بود در یه مصاحبه من در پاریس گفتم مثل انقلاب فرانسه انقلاب ایران هم ناپلونیزه میشه یعنی که اتوماتیکمان روشی که پیش خواهد رفت این قدرت نیروی مسلحه که برای مدت مسلط خواهد شد منتها اشکال کار این مطلبی است که آقای احمدیان اشاره کردند چرا مسلماً قدرت امروز قدرت پاسدارها میشه ولی این که اومدن پاسدار و بسیجی و ارتش و غیر ذالک اینا جدا جدا درست کردن این خطر همین خطری است که آقای احمدیان اشاره میکنن که اگر درگیری ایجاد بشه جنگ داخلی بشه اون ملت باز به بدبختی و به ناراحتی کشیده میشه به غیر از این که الان در داخل خب مردم دو قسمت میشه کرد یک عده‌ای چه بخواهیم چه نخواهیم چه قبول کنیم چه قبول نکنیم طرفدار رژیم مذهبی هست مسجد پره خبر میشه 5600 خیابونا میان بقیه مردم هم مخالف حکومت مذهبی هستن این خود باعث میشه که اگر ارتش یعنی پاسدارا بخوان اقدام میکنن مردم اتوماتیکمان دو قسمت شده هستن ولی این عمل در داخل سپاه هم هست در داخل بسیجی هم هست همینطور که آقای احمدیان میگن در اونجا افسران میهنخواه افسران فداکار برای ملت هستن ولی ایزاین هم هستن که با اون گوشه آخوندا به کلی بستگی یا فامیلی پوری حرفی دارن اونها ممکنه که ایستادگی کنن و اون خطره که ملت رو تهدید میکنه بله ممنونم آقای احمدیان شما لطف کنید درباره این ماجرای بیمارستان قلب و تظاهرات پرستاران کارمندان اگر چیزی میدونید برای دوستان بیننده و شنونده توضیح بدید. بله جناب شوی قدردان الان 27 نفر از افسران ما افسران سپاه همین که اینا بهشون بده در زندان هستن و زیر شکنجه پس اگر اینها یا و همین حرف اینا میزنن حرف استبداد دارن به اینا میزنن که شما اومدید و لباس سپاهی تنتون کردید که به آقای خامنه ای اقتدا کنید که اینا میگن نه ما همچه چیزی نبود و الان دیده زیر شکنجن منظور من اینه که افسرانی که در این سپاه هم هستن که بسیار زیاد هم هستن نه یکی و همین الان به 6 نفرشون در زندان ها که رژیم نمیخواد خارج بدونه و در داخل بدونه که ناراضی بیاد به اینها مهر یادتا میبندیم که پس چی شما نون بیت المال بیت الاسلام رو میخورید نون آقای خامنه ای رو امام رو و دارید کارا رو میکنید در واقع شرم و زهی واقعا بیشرمی که یه دهی واقعا من نمیدونم این از کجا اومدن ایرانی که نیستن بله در امروز
باز اتفاقی دیروز مثل که بله اتفاق افتاد در بیمارستان قلب بود و جالبه که تمام ببینید اولا چقدر بدبختی در ایران وجود داره. نرس ها و پرستاران و سرنرس ها در ایران بهشون چی میگن یا ما اینجا چی میگیم، اینها اعتصاب کردن برای ایدی. یعنی شما فکر کنید بیمارانی که برای قلب در بیمارستان قلب هستن بیمارانی هستن که مراقبن باید مراقبت بشن، یعنی این نیست که بری 2 ساعت دیگه 4 ساعت دیگه بیاد. از یه طرف نگاه کنید چه به روز این ملت آوردن این جماعت آخوند که قرب که الان به یک صورت معاصره کرده، در داخل هم اینها خرج خوراک ندارن بخورن، یعنی این افتاده دیگه در بین مردم که دیگه بیمارستان قلب اعتصاب میکنن برای ایدی. شما دیگه داخل خود این جریان رو ببین به چه وضعی داره ایران کشیده میشه و بسیار خطرناکه که ما به خاطر اون مقداری که اون نرس و اون پرستار بتونه در بیاره و خانوادشو به گردونه مریض رو رها میکنه. نه اشتباه کنید اون نرس نه بسیار آدم بدیست یا بانوی بدیست یا مرد بدیست، نه او هم خانواده داره که اسیره و چقدر هم این کار زشت و بد هست که دولت انجام میده، نه نرس نه بیمارستان. امیدوارم نذاره حداقل این دولت مردم سالار آقای محمود احمدی نژاد حداقل وسائل این کارمندان اینجور مراکز رو امیدوارم تأمین کنید و نذارید صدمه بیشتر به جان مردم بخوره. در خدمتتون هستم. ممنونم. در رابطه با اینکه کارمندان دولت به اصطلاح در مضیقه هستن، مطلبی رو این سایت باستاب نوشته که دلار روسفید شد، ریال عربستان 1000 تومان، و توضیح میده که هر ریال سعودی طی روزهای گذشته از 320 تومان به مرز 1000 تومان رسیده. خب شما فکر کنید که کارمند مثل کاسب دستش باز نیست که اگر اونها چیزی رو گرون کردن اون هم گرون کنه. ضمن این که الان شنیدیم در ایران حتی کاسبا هم به اصطلاح در مضیقه هستن و نمیدونن جنس رو بفروشن یا نفروشن، چون نمیدونن فردا میتونن بخرن به اصطلاح اون جنس رو جایگزین کنن و مشکل بزرگی دارن. ولی این نکته ای رو که شما گفتید که مخصوصا مریض هایی که در بیمارستان قلب هستن مدام احتیاج دارن به اصطلاح مراقبت و باید یه جوری کارمندای اونها رو راضی نگه دارن و حتی اگر میخوان اعتصاب کنن، ضمنی که حق اعتصاب دارن، ولی باید سیستمی باشه که بتونه افراد دیگر رو جایگزین کنه که اونها مراقبت کنن. همین نشون میده که اونجا سیستم کار نمیکنه و اوضاع خرابی هست. خب از توی خبرها در رابطه با اینکه ایران به اصطلاح پیش دستی کرده و صبر نداده تا 6 ماه و چند ماه دیگه و نفتش رو نوشته بود و گفته بود که از همین امروز برای انگلستان و فرانسه به اصطلاح قطع میکنه و میبنده، ولی من خبری رو 2 روز پیش به اصطلاح دیدم و بعد هم دیگه هیچ صحبتی ازش نشد و اون صحبتی بود که خانم هیلری کلینتون گفت نامه ای از ایران به دست ما رسیده. اگر شما دوستان در این موارد چیزی میدونید لطف کنید که بگید. میخوان آقای عقیلی پور شما اول در این مورد بگید تا بعدم آقای احمدیان اگر چیزی میدونن در این مورد صحبت کن. من در مورد این نامه‌ای که میگن اطلاعی ندارم، برای که مسائل دنیا اگرم اظهار نظری میکنن در وضع ایران دولت آمریکا یا اروپایی ها، هنوز اینها نه درک کامل از انقلاب ایران ندارن. شما نگاه کنید امروز یه هفته است در سنگال چه میگذره، یعنی اونا یه بوتی دیگر رو بردن اونجا سوار کردن که 2 دوره رئیس جمهور بوده، 85 سالشه، الان اومده وصله پینه کرده قانون رو، دور سوم میخواد انجام بشه. مردم میگن آقا ما نمیخوایم دور سوم، عرفه کاره یه نخی خودش کاندیدا کرده هفته آینده. شما حسابش کنید تا کی میتونه دولت فرانسه که پشتیبانه این حسین نگر داره. مسائل ایران خارج از مسائل دنیا نیست که ما بتونیم
یه اظهار نظر خاصی برای ایران بکنیم. وسایل سیاسی دنیا مثل ظروف مرتبط است. الان هر مسئله که فرض می در سنگال این باید زنگ خطری برای آخوندان باشه که آقا شما فکر نکنید پشتتون به جاهای بنده. یه روزی ملت هم مثل همین سنگالی هفته است ببینید چقدر خون میریزه در دکار. همین بلا هم در شما میان اگر در بیمارستان مردم هم فرمین های اعتصاب کنن به دادشون برسید. این نال های یه روزی فریاد میشه. البته خب اعتصاب همه جا هست. در فرانسه هم بیش از 15,000 پرستار و مثلا از تمام فرانسه اومدن در پاریس یک هفته اعتصاب کردن. مهم نیست ولی اگر به دادشون نرسن این ناله ها فریاد پیشه که همون انقلاب انجام خواهد شد. اینه که باید این آخوندها بدونن خارجی هم که بخوان برای ایران نسخه بپیچن نسخه رو برای خود بپیچن چون درگیری و بدبختی خودتون بیش از همه جاست. ممنونم آقای احمدیان، شما در این مورد نظرتون چیه؟ امروز باز اعلام کرد بی بی سی سایتش که اگر اشتباه نکنم بذارین بله گفتن که اون نامه که شما فرمودید جوابش اینی که من الان دارم از خود بی بی سی که البته به نقل از دیلی نیوز دارم برای شما میخونم هستش که ایران هزاران سانتریفیوژن جدید رو در تاسیسات خود پیاده کرد. یعنی اون نامه هایی که به هم میدن مفهومی زیاد نداره. همون چرا که خانم هیلری کلینتون فرمودن ما با یک حالت محکم و با حالت به اصطلاح حالت چیز به این نگاه میکنیم، یعنی این مسئله رو خیلی محافظه کارانه به این نگاه میکنیم. ولی خب امروز جوابش داده شد از ایران که همچنان دارن به کار ساختن این جریان ادامه میدن. میبینید در زمانی که دارن این کارا رو میکنن و هزاران سانتریفیوژن جدید وارد تاسیسات میگه و ایران داره میکنه که البته خوبه اسم ایران رو بردارن بگن رژیم جمهوری اسلامی، در همین موقع شما میبینید در ارمنستان دارن صحبت این میکنه که پولاتون رو بیارید و پولها باز شده داره میگن. از این ور شما نگاه میکنید در بیمارستان قلب داره. یعنی اینا یک زنجیره‌ایه که هر کدوم از این زنجیر در جایی به صدا درات بقیه کیف رو به عمل میاره. پس ما باید شاهد حمله باید باشیم به این ترتیب، چون این نامه جوابش رو امروز دیگه گرفتن که تاسیسات جدید رو وارد میکنن. ولی قبل از هر چی من از آقایون و خانمایی که در این رو توصیه میکنم به سیاستمداران آمریکایی، اولا شما من در دفعه پیشم گفتم این بار هم میگم اگر اطلاع به مسائلی ندارید برای جان دانشمندان ایرانی نقشه جانشون رو نکشید، یا بگویید که هر کسی به تأسیسات ایران کمک میکند باید او رو گرفت. اول این آلمان هیتلری نیست این رژیم، خودتون میدونید. دوم این که این تأسیسات رو ببینید چیا بهشون دادن. آقایونی که اظهار نظر میکنید ببینید چین شوروی کشورهای اروپایی اگر خواستید با مدارک همه رو من میارم. پس شما باید دانشمندان چینی، دانشمندان شوروی، بعضی شاید داخل همینجا و کشورهای دیگر هم بگیرید و اعدام کنید، چیزی که چند روز اخیر میفرمایید. اما این حرفا خیلی هم خطرناکه. به جای این اگر شما واقعا به فکر آینده هم آمریکا و جهان هستید، خود این رژیمی رو که آقای جیمی کارتر آورده زحمت چه بکشه، حزب دموکرات هم که روی کاره، زحمت بکشید این رژیمی که آوردید بردارید با خودتون ببرید. نه دیگه جنگ میخواد، نه میخواد اسرائیل و مجاهدین فرزندان ایران رو بکشن، نه میخواد اینها برن اونها رو بکشن. من امیدوارم این گلی که آوردید با خودتون ندارید ببرید، هم ما ایرانی ها رو رها کردید هم جهان رو. در غیر این صورت از خود شما مسئول عواقب اینا باید تمام مسئولیتش رو به عهده بگیرید، تمام کشورهایی که این چنین میکنه. ممنونم آقای عقیلی پور. امشب آقای احمدیان گفتن که تلویزیون آپادانا یک ساعت بیشتر نیستیم، اگر شما در پایان برنامه صحبتی دارید بفرمایید تا بعدم بریم سراغ آقای احمدیان و پس از اون از دوستان بیننده خداحافظی کنیم. بفرمایید آقای عقیلی پور. من عرضی ندارم، سپاسگزارم از این برنامه. انشاءالله که مطالبی که گفته میشه تا حد بسیار بسیار اندکی روشنگری حقایقی است که واقع شده باشه برای بینندگان و شنوندگان محترم. ممنونم، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. سپاس.
آقای احمدیان، شما اگر در خاتمه برنامه صحبتی دارید بفرمایید تا با دوستان به اصطلاح برنامه رو به یک جایی ببندیم و امیدوار باشیم که خبرهای بهتری در برنامه‌های آینده باشه تا در مورد اون خبرها صحبت کنیم. بله، من هم امیدوارم هر ایرانی که در خارج زندگی میکنه اول قلبش برای ایران بسوزه بتپه، بعد برای تمام فرزندان ایران بتپه، همچین زود حول و حش و هوا نگیرتش، اون فرزندان ما هستن در اونجا و اینقدر هم آرزوهای بد برای اون کشور انجام ندی و امیدوارم که این همه رسانه در خارج وجود داره حمایت از زندانیان سیاسی ما رو بکنه و جوانان دانشمند ما رو، نه حالا اگر به راهی هم کشته شده باید اونها رو از اون راهی که برای این رژیم کار نکنن در بیارن. در خاتمه از آقای شاهین در اتاق فرمان تلویزیون آبادان ها بعد خود جناب عالی متشکرم که این وقت رو به بنده دادید، در خدمت شما باشم و تا هفته آینده به شما و همه ملت عزیز ایران شب بخیر میگویم و در پناه خدا نگهدارتون. شب بخیر، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز بیننده، این هم فرصت دیگه که با دوستان بودیم، نظراتشون رو شنیدیم. به نظر من بهترین این است که شما نظرات دیگران رو هم بشنوید، به عقل خودتون مراجعه کنید، مطالعه خودتون رو بیشتر انجام بدید و خودتون قاضی این ماجراها باشید. اجازه بدید که همینجا من هم از شما خداحافظی کنم و بریم دنباله برنامه‌ها رو از تلویزیون مردم ادامه بدیم. خدمتتون بگم که میتونید به آرشیو مراجعه کنید، سعی کردیم چندین ویدیو رو بیاریم و اون مشکلی رو که پیش آمده و به اصطلاح ویدیوهای چند مدت پاک شده بود اون رو بتونیم با برنامه‌های جدید جبران کنیم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش و به امید اینکه اوقات بهتری، روزهای بهتری و آینده روشنتری در انتظار همه ماها باشه. مرسی.